و اما خبر آخر مسلمانان هلند با صدور بیانیه تصمیم ضد اسلامی حزب افرادگرای هلندی را محکوم کرد و آن را نجات پرستانه خواند مسلمانان نگرانی خود را از تصمیم اسلام ستیزانه ی حزب افراطی هلند مبنی بر برپایی مسابقه کاریکاتور در هلند با موضوع پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله علی ابراز کردند مسلمانان برگزاری این مسابقه را تحریک آمیز توصیف کرده و انجام آن را پاشیدن بذر نفرت میان پیروان ادیان مختلف دانستند با توجه به وضعیت جهان در رویارویی با افرادگرای مذهبی و تروریسم مسلمانان ابراز داشتند که زمان آن است ابزار قانونی لازم برای احترام به همه ادیان و جلوگیری از نجات تبعیض و نفرت مذهبی ایجاد شود حزب راست افراطی آزادی هلند به تازگی اعلام کرده در دفتر حزب در پارلمان این کشور مسابقه کاریکاتوری با موضوع پیامبر اسلام برگزار خواهد کرد نماینده افراطی این حزب در پارلمان هلند پیش از این نیز خواستار ممنوع شدن قرآن در کشورش شده بود کاربران شبکه اجتماعی این حرکت خرد ویلدرز را محکوم کردند و معتقدند او با بی‌مسئولیت‌های خود سبب تحریک جامعه می شود.